امامت امام صادق همزمان با سالهای پایانی حکومت بنی امیه و سالهای آغازین حکومت بنی عباس بود. از آنجا که حکومت امویان در این سالها رو به ضعف و سقوط می رفت و عباسیان نیز استقرار پیدا ننموده بودند، در ابتدای حکومت خود منش سرکوب را نداشتند. به امام صادق فرصتی دست داد که نهضت علمی و فرهنگی بزرگی را شروع نماید و پایه‌های علمی شیعه را محکم کنند. در ادامه به گزارش همکارم که به بررسی زندگانی امام جعفر صادق به مناسبت 25 شوال سال روز شهادت آن حضرت پرداخته توجه فرمایید. امام جعفر صادق ششمین پیشوای مسلمانان در 17 ربیع الاول سال 823 هجری قمری در مدینه متولد شدند. نام مبارک آن حضرت جعفر و مشهورترین کنیه ایشان ابو عبدالله است. معروفترین لقب ایشان صادق و از دیگر القاب ایشان میتوان به فاضل، قائم، طاهر، کامل، منجی، صابر، لسان و صدق و کلمت الحق اشاره کرد. پدر گرامی آن حضرت امام باقر علیه السلام و مادرشان ام فروه دختر قاسم ابن محمد ابن ابوبکر بوده است. در سال 114 هجری قمری با شهادت امام محمد باقر امامت به امام صادق علیه السلام منتقل شد. دوران امامت امام صادق 34 سال به طول انجامید که 18 سال در دوره اموی و 16 سال در دوره عباسی بوده است. اختلاف‌های سیاسی و کشمکش‌های بنی امیه و بنی عباس نسیم رحمتی بود که یک بار وزیدن گرفت و امام باقر و پس از ایشان امام صادق با استفاده از موقعیت به دست آمده به ترسیم چهره روشن آیین اسلام پرداختند و با بیان اخبار و احادیث فراوان انحرافات را پیراستند و مردم را از گمراهی نجات بخشیدند. تعداد شاگردان امام صادق را عده‌ای از محققان و دانشمندان شیعه 4000 نفر دانستند. بعضی از شاگردان امام صادق علیه السلام دارای آثار علمی و شاگردان متعددی بودند. به عنوان نمونه، هشام ابن حکم 31 جلد کتاب نوشته و جابر ابن حیان نیز بیش از 200 جلد کتاب در زمینه‌های گوناگون به خصوص رشته‌های علوم عقلی، طبیعی، فیزیک و شیمی تصنیف کرده است. شاگردان امام صادق علیه السلام منحصر به شیعیان نبودند، بلکه پیروان و پیشوایان چهارگانه اهل تسنن بلا واسطه و یا با واسطه شاگرد امام صادق علیه السلام بودند. ابو حنیفه به گفته خودش 2 سال شاگرد امام صادق بوده و اساس علم و دانش وی از این 2 سال بوده است. امام صادق علیه السلام در تاریخ 25 شوال سال 148 هجری قمری با انگور آلوده به زهر به دستور منصور دوانیقی به شهادت رسیدند و در کنار پدر بزرگوار خود امام محمد باقر در قبرستان بقیع دفن شدند.